نور را به صورت پرتوهای موازی و با طول موج مشخص شلیک میکنه. مبانی نظریش رو آلبرت اینشتین مطرح کرد، اما ساختش 37 سالی طول کشید. انواع مختلفی داره: جامد، گاز، مایع و نیمه رسانا. با کاربردهای مختلف در صنعت، نفت و گاز، کشاورزی، پزشکی و نظامی. کشور ما هم در پژوهشکده لیزر و اپتیک و همچنین مرکز ملی لیزر و با همکاری دانشگاه‌های بزرگ و همه دانشگاه‌های سراسر کشور این فناوری‌ها در حال گسترش هستش. سومین کنفرانس لیزر در دانشگاه تربیت مدرس فرصتی برای نمایش توان علمی ایران در شاخه‌های مختلف لیزر بود. از 215 مقاله رسیده تنها 100 مقاله برتر پذیرش شدن تا گوشه‌ای از توان دانشگاه‌های ما رو نشون بده. پتانسیل ما تو ایران بسیار بالاست. اگه یه حمایت کوچیکی بشه تو این زمینه، من مطمئن هستم ما شاهد شکوفایی و بالندگی بسیار بالایی تو کشور خواهیم بود تو این زمینه. تشخیص و درمان بیماری ها، اصلاح و افزایش محصولات کشاورزی، تولید ساختارهای سه‌بعدی و تبدیل گاز طبیعی و نفت به سوختهای سنگین‌تر گوشه‌ای از کاربردهای این فناوری در کشور ما هستند. خیلی خوب الان بچه‌ها میتونن لیزرهای مختلف پزشکی در واقع بسازن و از اونها استفاده بکنن. در زمینه لیزرهای صنعتی هم کشور ما تونسته یه سری لیزرهای در واقع صنعتی رو در مرحله آزمایشگاهی و حالا بعضی هاشون هم در واقع تونسته به مرحله صنعتی برسونتشون. جالبه بدونین مخترع نخستین لیزر گازی جهان که در سال 1961 ساخته شد یک ایرانی بود، پروفسور علی جوان. او این لیزر رو با استفاده از هلیوم و نئون اختراع کرد. ایرانی ها همیشه از لحاظ نظری جزو پیشتازان لیزر در جهان بودند. مهدی صادقی، خبر جامعه.